فعالیت‌های جمعی برندها در کشورمون و یک صنعت صحبت بکنم. اما قبل از اینکه به اون نقطه برسم، میخوام موضوع رو از یه ذره عقب‌تر و از یک تصمیم با شما حرف بزنم که اون روزی که ما میخواستیم این کار رو بکنیم برای ما یک بحران بود، یک چالش بود که این کار رو اساساً بکنیم یا نکنیم. داستان برمیگرده به 106 ماه پیش. ما تصمیم گرفتیم برای یک صنعت نوپا به نام صنعت مراکز خرید و فروشگاه زنجیره‌ای یک رسانه ایجاد کنیم. در اون مقطع هنوز فضای مجازی انقدر پررنگ نشده بود در کشور و هنوز رسانه‌های چاپی خیلی بروبیایی داشتن. روزی که ما می‌خواستیم شروع کنیم، دو سه تا مجله بودن که بیش از 120 هزار نسخه تیراژ داشتن. مطبوعاتی‌ها می‌دونن این عدد یه عدد وحشتناک بزرگی هستش و ما می‌خواستیم بیایم توی صنعت جدید که قبلاً عقبه‌ای از رسانه براش وجود نداشتش شروع کنیم. تهدید این بود که بقیه رسانه‌های اون روز امکانش رو داشتن ولی هرگز به این موضوع نپرداخته بودن، پس ترسناک. فرصت این بود که خب حالا یک گوشه امنی از بازار یا تیکه خالی پیدا شده و میشه به اون پرداخت. اما چگونه؟ روزی که ما خواستیم رسانه رو استارت بزنیم، رفتیم بنچمارک های موفق دنیا رو بررسی کردیم و دیدیم که اساساً مجلات یا روزنامه ها یا خبرگزاری های موفق دنیا دارای چه ویژگی هایی هستن که باعث میشه که در دنیا مورد استناد و وثوق رئیس جمهورها، سخنرانها و کارشناسای اقتصادی قرار بگیرن. دو سه تا شاخص رو اون روز برای خودمون درآوردیم، اما شاید مهمترینش این بود که باید برای یک رسانه جدید یک وجه تمایز ایجاد میکردیم، چیزی که بقیه رسانه ها نداشتن. اون روز مطالعه کردیم، دیدیم که مثلا مجله ایکس در یک نقطه دنیا به جای اینکه اخبار صنعت فشن و مد رو منعکس بکنه، خودش بهترین فشن شوهای دنیا رو داره برگزار میکنه. دیدیم رسانه دیگری در دنیا به جای اینکه صرفاً مخابره بکنه رویدادها رو، خودش جایزه مهمه یک صنعت به خصوص رو اومده طراحی کرده و هر سال این جایزه، این لیستی که داره ارائه میکنه، مورد وثوق و عنایت دیگران قرار میگیره و مجموعه‌ای از اتفاقاتی که کارکرد یک رسانه رو چند وجهی میکرد. صرفاً انتشار خبر نبود، ایجاد یک خبر، یک موج و یک اتفاق بود. خب ما بر اساس این رویکرد اومدیم دو سه تا اتفاق رو رقم زدیم که یکی شد جایزه سال صنعت مرکز خرید و خرده فروشی کشور. بعد از اون اومدیم دیدیم خب ما الان یه شو خیلی بزرگ داریم، نیاز داریم که کار آموزشی بهتر بکنیم. ورکشاپ هایی رو طراحی کردیم و در راستای برگزاری این رویدادها این رسانه هم این اخبار رو داشت منتشر میکردش. بعد دیدیم نیاز صنعت چیه؟ نمایشگاه. اومدیم بنچمارک بهترین نمایشگاه صنعت مرکز خرید و ریتیل دنیا رو طراحی کردیم و آوردیم. سه سالی هست داریم اجرا میکنیم. یواش یواش دیدیم که صنعتمون یه چیزی کم داره، تاک شو. اومدیم تاک شوها رو باز طراحی کردیم و به موازاتش به یک نکته مهم پرداختیم. من شهر مشهد رو از موقعی میشناسم که مرکز خریدی داشت به نام الماس شهر. متفاوت از همه مراکز خرید مشهد بود و همه کسایی که میومدن مشهد، الماس شهر رو حتما میرفتن میدیدن. اما نکته همیشه اینجا بود، میگفتن الماس شهر، نمیگفتن کی الماس شهر رو ساخته، آرشیتکتش کیه، سرمایه گذارش چیه، اون فکری که باعث شده الماس شهر ساخته بشه کی هستش. باز ما یک نقطه دیگه از بازار رو پیدا کردیم که میشد روش فعالیت کرد. پرسونال برند این فکرها، این دلای گنده، این سرمایه‌گذارای پر ریسک که اومدن تو این صنعت ورود کردن و شاید دلیل موفقیت مجموعه ما این بود که برای اولین بار در این کشور میکروفون رو دادیم به کسی که خودش مدیر عامل یک مجموعه است، نه صرفاً به سخنرانها، نه صرفاً به کسایی که پاورپوینت ترجمه میکنن یا سخنرانی‌های انگیزشی میکنن، کسانی که خودشون کف بازار داشتن، فعالیت میکردن، دستشون تو جیب خودشون بود، با موضوعات مختلف مالی و اداری درگیر بودن، تجربیاتشون قابل پذیرشتر بود تا دیگران. خب این مجموعه های بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد و سهم خودش رو توی بازار گرفت. اما یه چیزی کم داشت. ما ایجاد کننده 3 یا 4 رویکرد جدید در صنعت بودیم، اما هنوز اون اثری که باید میذاشتیم رو نذاشتیم. من همیشه اعتقادم اینه که
آدم ها وقتی سالها بعد در رابطه با خودشون یا فعالیتشون وقتی در رابطه باش صحبت میشه، همیشه باید یک نقطه طلایی داشته باشن که اون اثری که به یادگار میذارن از خودشون توی صنعتشون. و در یکی از تهدیدآمیزترین زمانهایی که من فکر میکنم جامعه بشری باهاش مواجه بود، خوشبختانه ما یک بار دیگه ریسک کردیم، مجموعه‌ای از برندها همراهی کردن و بزرگترین اثر صنعت ریتیل کشور رو شاید ما تو اون عرصه گذاشتیم. تاریخ 2 اسفند 1398، اخبار اعلام میکنه که کرونا وارد کشور شد. مردم ترسیدن، هیچ سلوشنی وجود نداره، علم ناتوانه از پاسخ دادن به این بحران جهانی و اولین باره که تمام دنیا به صورت یک پارچه با یک بحران روبرو هستن. در گذشته جنگ جهانی هم حتی اگر بود، بعضی از بخش‌های دنیا درگیر بودن، بعضی از بخش‌ها نبودن. اگر بیماری تا اون یا هر چیز دیگه‌ای بود، یک تیکه ای از دنیا درگیر بود. اولین بار بود که همه دنیا داشت درگیر می‌شد با این موضوع. و من یادم میاد 5 اسفند در جلسه‌ای که جمعی از صاحبان برندهای موفق کشور حضور داشتن، دوستان به شدت نگران بودن از اینکه ای وای مردم توی مراکز خرید نمیان، تو مغازه‌های ما نمیان و در کشور ما اسفند به تنهایی خودش برابر با 5-6 ماه فروش هستش در صنعت مراکز خرید و ریتیل. من تصمیم گرفتم که اگر بتونم تأثیر خودم رو بذارم و یک مشورت کوچیک با برادر کوچکترم، یک طراحی ساده از پرچم ایران و یک نام به نام کمپین حمایت مراکز خرید از کسبه، باعث شد که ما این فضا رو شروع کنیم. با 2 تا از مراکز خرید معروف تهران مدیرانشون صحبت کردم، بهشون استدلال آوردن که چه شما بخواهید چه شما نخواهید، این بحران عجیب غریبی است و باید اجاره هاتون رو ببخشید. خوشبختانه مدیرای باهوشی بودن و همراهی کردن. بلافاصله ما این توافق عزیزان رو در اینستاگرام منتشر کردیم و این کاری که ما کردیم سوار یک موج احساسی شد، سوار یک حرکت بشر دوستانه شد و در مدت زمان کوتاهی ما به 20 مرکز خرید رسیدیم که حاضر بودن 3 ماه اجارهشون رو ببخشن. اگه یادتون باشه اون موقع میگفتن تابستون که بشه هوا گرم میشه، بعد 3 ماه قراره که این ویروس بره که الان بیش از 2 سال فکر میکنم مهمون خونه های ماست. من تو اون مقطع چون خودم رسانه‌ای بودم، با خیلی از رسانه ها ارتباط گرفتم که از انتشار این خبر حمایت کنن. متاسفانه 90%شون به من گفتن که تو داری از احساسات مردم سوء استفاده میکنی و برای خودت میخوای یک هویت ایجاد کنی، این بیشتر شبیه رپورتاج آگهیه و اگر کاری میخوای بکنی پولش رو بده. ما تنها فضایی که وجود داشت که بتونیم ازش استفاده کنیم اینستاگرام بود و جو عمومی که در کشور ایجاد شده بود، خیلی بیشتر از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و علل خصوص نتورک قدرتمندی که تو این سالها ما به واسطه مجله، به واسطه تاک شو، به واسطه نتورک اوارز و نمایشگاه ایجاد کرده بودیم. تو فاصله زمانی بسیار کوتاهی این عدد رسید به 80 مرکز خرید. خبر این رویداد به واسطه حضور من در انجمن مرکز خرید خاورمیانه در خاورمیانه منعکس شد. با فاصله ای از ایران مرکز خرید خاورمیانه هم درگیر بحران کرونا شدند و اونها هم به تقلید از ایران اومدن اجاره هاشون رو بخشیدن و برای اولین بار در اون روزهای سیاه کرونا که اسفند و فروردین دیگه شده بود 1399، پالس مثبت از کشور خارج شد و اولین بار بود که شاید تو اون شرایط برند ملی ما داشت تقویت میشد و نگرش صحیح نسبت بهش وجود داشت. یواش یواش دامنه اطلاع رسانی این اتفاق بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد. حتما همتون شنیدین که به مرور مراکز خرید بیشتری اجاره هاشون رو بخشیدن، یواش یواش ساختمان های اداری اجاره هاشون رو بخشیدن، بعدها حتی ساختمان های مسکونی هم اونایی که امکانش براشون فراهم بودش اومدن اجاره هاشون رو بخشیدن و شهرت این رویداد به خاورمیانه کشیده شد. یواش یواش دایرهش بزرگتر شد و بقیه بخش های جهان رو علل خصوص در صنعت ریتیل تحت تاثیر قرار داد. نهایتا امروز که من با شما دارم صحبت میکنم، به هر دلیلی اگر باز هم محدودیتی برای فعالیت
برندها در مراکز خرید ایجاد بشه، یک قانون نانوشته‌ای وجود داره که بر اساس ساعت فعالیت برندها در مراکز خرید این میزان اجاره یا درصد از مشارکتی که باید پرداخت می‌کردن تقسیم میشه، در حالی که روز اول همه دعوا می‌کردن و تنش‌های زیادی وجود داشت. اما امروز دیگه این مسئله کاملا حل شده و شاید این یکی از تأثیرهای خوبی بود که این کمپین در روانسازی فعالیت‌های این صنعت گذاشت. به تبع استمرار فعالیت برندها در مراکز خرید، یکی از بحران‌هایی که اون روز همه دنیا باش درگیر بودن اخراج پرسنل بود، به خاطر اینکه کسب و کارها تعطیل بود. خوشبختانه مراکز خرید و برندها هیچ کدوم از نیروهاشون رو اخراج نکردند، تاب‌آوری سازمانی بسیار خوبی داشتند و این تاب‌آوری باعث شد که ثبات خوبی داشته باشن. یکی از کمترین بخش‌هایی که در کشور از کرونا لطمه دید صنعت ریتیل کشور بود، که البته در بعضی از شاخص‌ها مثل فروشگاه زنجیره‌ای حتی رشد و توسعه هم داشتش، بخاطر اینکه تو اون مقطع کسب و کارها عمدتاً تعطیل بودن و فقط فروشگاه زنجیره‌ای اجازه داشتن که نیازهای اساسی مردم رو بهش جامعه عمل بپوشونن و نیازشون رو تامین کنن. پس ما ضعف که نداشتیم، حتی رشد هم داشتیم. ادامه این فعالیت‌ها باعث شد که در ریتیل کنگرس 2021 که بزرگترین جایزه صنعت ریتیل در خاورمیانه و شمال افریقا است، کمپینی که من طراحی کردم به واسطه همراهی همه برندها و همه مراکز خرید، تأکید میکنم شاید من نماینده یک جریان بزرگ بودم از یک اقدام جمعی در جهت حفظ منافع جمعی. توجه بکنید، همیشه میگن ایرانی ها نمیتونن نتورک بکنن، نمیتونن تیم ورک بکنن و با هم کار کنن. برای اولین بار ما تمرین کردیم که برای حفظ منافع همدیگه نیاز داریم که با هم کار بکنیم و خوشبختانه باعث شد که اولین جایزه کشور ما در این صنعت و ارمغان بیاد و خب حالا من شدم نفر دوم صنعت ریتیل در خاورمیانه. اما فارغ از اتفاقی که برای من و برای این جریان افتاد، بزرگترین دستاورد این رویداد از نظر من دو چیز هست که باید به اینا توجه بکنیم. ما یک، برند ملی کشور ما در بدترین روزهایی که کرونا داشتش همه مبانی اقتصادی دنیا رو تحت شعاع قرار میداد درخشید، جایزه برد و تو استیج جهانی به نمایش درآمد. یعنی خورده برندهایی که در قالب مراکز خرید، فروشگاه زنجیره‌ای و برندهای ریتیل بودن دست به دست هم یک هم‌افزایی ایجاد کردن که برند ملی صنعت حائز یک رتبه بین‌المللی بشه، که میتونیم واقعاً علی‌رغم همه مشکلاتی که کشور ما امروز باش درگیر هستش از همین فعالیت‌های کوچیک در جهت منافع بزرگ استفاده بکنیم و بتونیم نام کشورمون رو اطلاع بدیم. و نکته آخری که فکر میکنم خیلی مهمه و در کنفرانس برندینگ خیلی جا داره بهش توجه بشه، امیدواری بود که فعالیت من برای تک تک برندهای ما داشتش. امروز برندهای ما میدانند که با فعالیت‌هاشون میتونن استیج‌های جهانی رو فتح کنن، کما اینکه تو همین مجلس بین سخنرانای امروز و تو صنعت ما اولین مجموعه‌ای که اقدام به واکسیناسیون عمومی پرسنلش کرد مجموعه چرم مشهد بود، که ازتون میخوام که حتما تشویقش رو بکنید. و حتی همون موضوع باعث شد که کمپانی‌های بزرگ کشور به این باور برسن که میتونن برن تعامل کنن، از ظرفیت‌هاشون استفاده کنن و پرسنلشون رو واکسیناسیون عمومی بکنن. این شرح کوتاهی از یک اتفاق بزرگ برای کشور ما بود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.